سلام بر شما همراهان خوب مردم خبر، خوش آمدین به نخستین بخش خبری امروز 14 مهر ماه. امروز به روایتی شهادت مظلومانه دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت کریم آل طه امام حسن مجتبی علیه السلام هستش. ما این روز رو تسلیت عرض میکنیم به همه شما کاربران عزیز و خبرهای این ساعت رو شروع میکنم. در پی انتشار بعضی از خبرها در فضای مجازی درباره اینکه تعداد زیادی از افراد ساکن روستای لردگان چهارمحال بختیاری به ویروس HIV مبتلا شدند و اینگونه القا شد که بر اثر سهل‌انگاری در گرفتن تست قند خون این اتفاق افتاده، این فضا سازی ها باعث خشم مردم شد. اما بلافاصله مسئولان در بین مردم منطقه حاضر شدند و اطمینان دادند که این موضوع محدود به چند نفر میشه و تحت کنترله. اما دیروز بعضی از فراخوان‌های ناشناس با حضور تعداد محدودی از افراد ناشناس و معلوم الحال برای ساعاتی این شهر شاهد اغتشاش و ناآرامی بود که با هوشیاری مردم کنترل شد. آشوبگران از ما نیستند، این جمله مردم فهیم لردگانه. کار بچه های چنار معمودی و شهرستان لردگان نیست. درست ما یه خواستهایی داریم، ولی خواستهامون باید به حق باشه. ما با آرامش میخواییم پیش بریم. ما دوست داریم نظامونه. ما از آقای رئیسی هم متشکریم. یکی یه حرف آوردین یا مال ما نیسته که برنامه رو به وجود بردن. ما دوست داریم فرماندهیم آتیش بذاریم. دوست داریم دوستای شبکه مون آتیش بزنیم. ما جون فدای رهبری نیست، لردگون هم هیچ نیست. ما فقط خواهش داریم به خواسته ما برسیم، به این مردم درمان کنن. درمان فقط درمان مهمه سیما. این مردم یه حالی داره، فقط درمانش کنن. ما جون فدای رهبرمون هم هستیم، به حمد حقوقمون برسیم. درمان فوری. و به گفته استاندار چهارمحال بختیاری، عوامل ضد انقلاب و بیگانگان نقش آفرینان حوادث شهر لردگان بودند. اتفاقاتی که در لردگان به وقوع پیوسته، خب طبیعی مردم عزیز منطقه مطالبات و اعتراضاتی رو داشتن برای ما محترم و برای همه مسئولین و بینندگان شنوندگان محترم هست که مطالبات اینا رو پیگیری بکنن. متاسفانه یک خورد جریان ضد انقلاب بین جماعت امروز اونجا کشف شده و مسلح هم بودند، به فرمانداری دفتر امام جمعه به ساختمان بهداشت درمان حمله بر شدند، تیراندازی کردند و بعضی از مامورین ما رو زخمی کردند و در ادامه یکی از اینها دستگیر شده که یکی از فرزندان یکی از سرشناس های ضد انقلابه و بعدا قطعا اسمش گفته میشه، حتما از عزیز میشنون. یعنی فرزند یکی از ضد انقلابان سرشناس خارج نشین با لباس های غیر از لباس های محلی ما و از خارج از استان یه تعداد اومده بودن، در داخل جماعت رفته بودن، این شعارهای از ساختار شکنانه میدادن، حمله های به ساختمان های دولتی انجام میدادن. خوشبختانه مردم عزیز لردگان خوب همراهی کردن با نیروهای نظامی انتظامی و امنیتی. هیچ کی که میگم عموما مردم چنار محمودی اصلا در تظاهرات حضور نداشتن. بله. و این حرکت علارغم که شاید مردم حرفای و مطالباتی داشتن، در داخلش یک تعداد ضد انقلاب به دنبال اهداف انقلابی بودن که خوشبختانه با هوشیاری مامورین و با همکاری مردم موفق به رسیدن به اهدافشون نشدن و الان هم شهر لردگان آرام و شورای تامین استان در لردگان تشکیل شده. مسئولین مربوطه در شهر لردگان هستند و نیروهای انتظامی و امنیتی هم با هوشیاری کامل موضوع رو تحت نظر دارند. و اما فیلمی هم از موشمرده بازی برای فتنه‌گری در این ماجرا منتشر شده. تصویری از کشته های ساختگی ضد انقلاب نشان دهنده سناریوی دشمن برای ایجاد آشوب و ناامنی در لردگان هستش با کمک عناصر غیر بومی. آقا یه ماشین بیاید. آقا
و اما بشنوید عذرخواهی وزیر بهداشت رو از مردم چنار محمودی. وزیر بهداشت در پایگاه اطلاع رسانی دولت از مردم روستای چنار محمودی صادقانه دلجویی و قول همکاری و هر گونه کمک رسانی و امداد رسانی به این مردم رو داده. و اما فرمانده انتظامی چهارمحال بختیاری با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر زخمی شدن نیروهای پلیس توی درگیری‌های اشاره کرده و گفته هیچ کدوم از نیروهای پلیس توی این درگیری زخمی نشدن و با درایت مسئولان و هوشیاری مأموران شهر آرامش خودش رو به دست آورده. بسیار خوب، این از کلان اخبار مربوط به شهرستان و روستای لردگان چهارمحال بختیاری بود. بریم ادامه خبرهامون. آذری جهرومی که در مراسم افتتاحیه هفته جهانی فضا توصیه مشفقانه به ترامپ کرده، با هم ببینیم. یک توصیه خیلی مشفقانه به آقای ترامپ هم دارم تو این جلسه. 1400 سال پیش یکی بود آقای ترامپ که در شقاوت از تو خیلی بدتر بود، در خود بزرگ بینی و خود بزرگ پنداری هم خیلی از تو جلوتر بود. اسمش یزید ابن معاویه بود، میتونی بری مطالعه کنی اگه برات جذابه. پاکترین و شریفترین بشر در اون زمان بر روی زمین رو به بدترین شیوه ممکن به شهادت رسوند. من توصیه بهت میکنم آقای ترامپ، 1400 سال گذشته، ماهواره هاتو فعال کن تا چند روز دیگه مسیر نجف به کربلا رو خوب ببین، با دقت ببین که چه جمعیتی میره و بدون سرانجام تو همونیست که یزید رفت و سرانجام پیروان حسین ابن علی اونیه که ماهواره هات بهت نشون میدن. و اما یک ویدیوی پایانی براتون از مانور آتش نشانی بگم که قلعه را آتش زده. همزمان با روز آتش نشانی، ماموران آتش نشانی طبس قلعه را انتخاب کردن برای ایجاد مانور خودشون، بدون اینکه با میراث فرهنگی همکاری و هماهنگی داشته باشن. بسیار خب، این هم جزو ویدیوهای پربازدیدی بودش که از هفتم مهر که روز آتش نشانی بود همچنان دست به دست شده بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. این بخش با حدیثی از امام حسن مجتبی علیه السلام به پایان میبرم که فرمودند صبر و شکیبایی زینت شخص، وفای به عهد جوانمردی و عجله و شتاب زدگی بدون اندیشه بیخردی است. فرجامتون نیک تا بخش خبری ساعت 9.